در زیارت عتبات به ویژه برای ایرانیان خصوصا در ایام زیارت اربعین و برای آغاز پیاده روی اربعین، فرودگاه نجف اشرف اولین مدخل سفرهای هوایی به مقصد عراق است. به گزارش و مصاحبه‌های همکارم در فرودگاه نجف اشرف توجه فرمایید. در زیارت عتبات به ویژه برای ایرانیان خصوصا در ایام زیارت اربعین و برای آغاز پیاده روی اربعین، فرودگاه نجف اشرف اولین مدخل سفرهای هوایی به مقصد عراق است. زوار ایرانی که تمکن پرداخت بلیط هواپیما را دارند ترجیح می دهند به جای فرودگاه بغداد به فرودگاه نجف پرواز کنند. البته در جستجوی بلیط سفر هوایی زیارت عتبات، تلاش برای یافتن بلیط ارزان‌تر هم ملاک مهمی است برای انتخاب فرودگاه مقصد. اغلب زوار از خدمات ارائه شده اظهار رضایت می کنند، اما به نظر می رسد بیش و پیش از خدمات دولتی، میهمان نوازی مردم عراق نسبت به زوار مد نظر ایشان بوده باشد. ما زائرای ایرانی هستیم که هر سال قسمتمون میشه. خیلی از این بابت خدا رو شکر می‌کنیم، ممنون اهل بیت علی خصوص امیرالمومنین امام حسین و حضرت ابوالفضل. خیلی خوشحالیم هر سال ما میایم اینجا و هر موقع که اینجا ما میایم تا یک سال حالمون خوبه و اینه که اونار ما هر سال دوست داریم بیایم. عراق، مردم عراق واقعا مهمون نوازن، همه جوره ما از همشون ممنون و سپاسگزاریم. عالی عالی، واقعا مهمون نوازن، ما همه جوره ازشون ممنون هستیم، مهمون نوازن. مادم زیارت انشالله پیاده روی از نجف تا کربلا انشالله. خدمات که خیلی خوبه، البته ما حالا تازه رسیدیم، من سالی پیش که اومدم خدماتش خوب بود. انشالله امسالم اینجوری که پیداست و شنفتم تو ایران هم میگفتن خدمات بسیار عالی و خوبه انشالله. زوار ایرانی به ویژه آن دست از ایشان که همراه خانواده و کودکان خرد سال و سال خردگان عازم زیارت می شوند، در اولین مواجهه با گرمای عراق علارغم پیشبینی های لازم کمی غافلگیر می شوند. اما گرمای مهر و محبت عراقی ها شدت گرمای هوا را خونسا می کند و شوق زیارت و لذت پیاده روی اربعین همه مشکلات را ناچیز می نماید. اکثر زوار ایرانی از خدمات فرودگاه نجف و نظم پروازها عموماً رضایت دارند. زواری که برای اولین بار به زیارت عتبات می روند در بدو ورود به نجف از برخی کنترل ها و ایست و بازرسی های امنیتی کلافه می شوند. علی اکبری، اخبار شیعه.